سلام به فراخبر، با من شمس همانی خوش آمدید. در این برنامه خواهید دید: از تلاش های تازه امریکا تا واکنش امارت اسلامی، تام ویست برای مشوره در مورد افغانستان به منطقه سفر می کند. نسخه جدید امریکا چیست؟ وزارت خارجه امریکا گفته که تام ویست در این سفر 8 روزه به کشورهای ژاپن، هند و امارات متحده عرب سفر می کند. حفظ حقوق افغان ها و نگرانی های امنیتی مشترک موضوع بحث او با شمار از افغان های خارج از افغانستان و کشورهای میزبان خواهد بود. در همین حال امارت اسلامی در واکنش میگوید واشنگتن خود عامل اصلی اوضاع بد در افغانستان است. اما امریکا چه برنامه برای افغانستان در سر دارد؟ لایه های پنهان و پیدای این تلاش های تازه چیست؟ و در نهایت چرا واشنگتن به جای سفر به کشورهای دیگر مستقیم با حکومت سرپرست وارد رایزنی نمی شود؟ اینها و بیشتر در فراخبر. مهمان من در این برنامه آقای عبدالشکور صبوری، آگاه مسائل سیاسی است. آقای صبوری سلام، به شما بسیار خوش آمدین. تلاش های تازه امریکا نشان دهنده چیست؟ فکر میکنین که واشنگتن چه برنامه داره؟ آلتر از من سلام به شما عرض میکنم امانی صاحب، تمام مردم افغانستان. ببینین ما اگر این سفر یکم دقیق تر بررسی کنیم، بخصوص مدت این سفر که 8 روز است، طبق معمول سفرهای سیاسی یا دیپلماتیک ساعت ها می باشند، نهایتاً یک روز، ولی 8 روز سفر به معنای ازی است که قصی افغانستان روی هم رفته پیچیده شده میره. یک موضوع. موضوع دیگه میایم انتخاب 3 کشور در این سفر. بله. توماس ویست با ترکیه سفر داشت، با کشورهای منطقه ازبکستان، تاجیکستان سفر داشت. حالا 3 کشور چرا انتخاب کردند؟ چین و ژاپن و هندوستان دو کشور است که از نگاه سیاسی و از نگاه اقتصادی رقیب منطقوی چین محسوب میشه. یک. بله. و دوم، در عین زمان چین و هندوستان با جمع اصطلاح با امریکا چند وقت پیش یک قرارداد امنیتی را امضا کردن به نام کواد. یعنی آل امریکا میخواید از اینکه قصی افغانستان روز به روز پیچیده شده میره و امریکا حراس داره که ابتکار قصی افغانستان از دست امریکا خارج نشه. به این خاطر آل در تلاش است که با سفرهای طولانی کشورهای متحدین خود در منطقه و رقبای اساسی چین در قضیه افغانستان دخیل بسازه و از اونا در به ارتباط کمک بخواهند. بله. ولی آقای صبوری، گفتگو درباره افغانستان با دیگران نیاز است در شرایط فعلی یا با حاکمان فعلی افغانستان؟ آیا فکر نمیکنین در شرایط فعلی آدرس را اشتباه رفته؟ ببینین، من فکر نمیکنم که آدرس اشتباه باشه، ولی ای که استراتژی امریکا اشتباه هست یک سوال است. آدرس اشتباه به خاطر از این است که یک نیروی عظیم سیاسی بعد از سقوط جمهوریت و آمدن طالبان از افغانستان فرار کردند. علت فرار هم این بود که اینا در یک ناگاهی کامل سقوط حکومت شاهد بودن. نه امریکا اینا را در جریان تعاملی که در دوحه با طالب داشت گذاشتک و نه جمهوریت، حتی خود رئیس جمهور هم از بسیاری چیزها پسندتر خبر شد. بله. بناهن این نیروهای عظیم سیاسی وقتی که فرار کردن، ایده ای کشورهای مختلف و شکل متلاشی زندگی میکنن. انسجام این نیروی سیاسی و دانستن موقف این نیروها برای امریکا بله. بسیار مهم است به خاطر تعاملات بعدی با طالبا. حاکمای فعلی نیروهای امنیتی امریکا و دستگاه‌های امنیتی امریکا با حاکمان فعلی طالبا در تماس هستند، با اینا صحبت کردن و شروط بالا اینا در قرارداد دوحه گذاشته شده. به خاطر برآورده ساختن او شروط، امریکا باید یک نیروی سیاسی منسجم افغانی را داشته باشه تا اینا را با طالبان در تعامل زمینش مساعد بسازه. بله. بله آقای صبوری، میدانیم این 3 کشوری که حالا تام ویست اونجا سفر میکنه و درباره افغانستان در مورد افغانستان صحبت میکنه، کشورهای خیلی اثرگذار در مسائل افغانستان نبوده، از جمله کشورهای منطقه است که زیاد نقش را نمیتونه بازی بکنه. ولی انتخابش را هم شما گفتین که ممکن بازی های کلانی باشه و مو هم روابط با ابرقدرت های منطقه. به هر حال حالا فکر میکنین که یک بخش از این دیدار و این سفر با افغان‌های بیرون از افغانستان است؟ قبلا هم یک چنین دیدارهایی را ما شاهد بودیم در ترکیه در سفر قبلی آقای تام ویست. فکر میکنین که پیام اونا به افغان‌هایی که بیرون از افغانستان است چی خواهد بود، در حالی که چند پیش هم بر گفتمان ملی و گفتگوهای واقعی میان افغانان آقای تام ویست تاکید کرده بود؟ ببینید، در پهلوی از این که امریکا بعضی از اهداف استراتژیک منطقوی در منطقه داره،
امریکا زمانی که به امارات میره بعضی از نفوذی که امارات بالای طالبا بخصوص بالای یک گروه خاص طالبایی که در 20 سال گذشته در امارات متحده عربی، در دبی، در شارجه، در رسول خیمه، در ابودبی اینا تجارت داشتن و اینا یک سلسله سهمی به طالبا به خاطر جنگ در افغانستان جمع‌آوری میکردن. یعنی آل اونمو طالبا فلان در روی صحنه آمدن، در صفوف مختلف طالبا جابجا شده و امارات متحده عربی از یک نفوذ بسیار بالا در صفوف میانه طالبا برخوردار است. یعنی سفر توماس وست گفتگو با دولت امارات متحده عربی به منظور ای که تا طالبا را متقاعد بسازند که اینا آماده یک تعامل در روند صلح افغانستان شوند. ولی بحثی که مطرح کرده گفته در مورد حفظ حقوق افغان ها و همینطور هم بحث نگرانی های مشترک امنیتی که مطرح بوده، این از آجندایی است که آقای تام وست با شمار از افغان های بیرون از افغانستان و همینطور هم مقام های کشورهای میزبان گفتگو خواهد کرد. فکر میکنین نگرانی مشترک چیست و حقوقی که برای افغان ها آقای تام وست دنبال میکنه چی خواهد بود؟ آقای امانی، سفرها به صورت عموم یکی متن می داشته باشه، یکی محتوا. متن سفر شعارهای را که شما ذکر کردین است. محتوای سفر 80% چیز دیگه می باشه. یک دوم آمدیم به ارتباط حقوق افغان ها. یگانه مشکل امریکا که قضیه افغانستان فلان داره میره از دست امریکا به احتمال زیاد خارج شد، اوی است که اعتبار افغان ها بالای امریکا کم شده. حتی سیاسیون که بعد از جمهوریت فرار کردن و فلان در خارج از کشور زندگی میکنن، علت اساسیش امی شعارها بوده که دفاع از حقوق افغان ها. در نشست هایی که با توماس وست، با دیپلمات های کشورهای غربی افغان ها و جامعه افغانی در اروپا، ترکیه، تاجیکستان می داشته باشه، سوال عمده ای که مطرح میشه، چرا شما جمهوریت را سبوتاش کردین؟ چرا طالب وادار نساختین که بیاید تعامل بکنه و یک حکومتش همشمول در آن وقت ساخته شود؟ چرا شما امروز به طالب 40 میلیون دلار کمک میکنین در حالی که این کمک ها هیچ نتیجه و نمیده و هیچ انعطاف از طالب دیده نمیشه؟ بنان این اعتبار امریکا را پیش افغان هایی که حتی در غرب زندگی میکنه کم ساخته. فلان وظیفه امریکا در قبال قضیه افغانستان سنگیدتر شده و دفاع از حقوق افغان ها به معنای ازی است. افغان ها از پیشش بخصوص خواهش میکنه که چرا دخترای افغانستان امروز به مکتب نمیره؟ یک، چرا افغان ها در روند سیاسی یا نظام افغانستان نقش نداره؟ تماما ملت مردم افغانستان. دوم، سوم، چرا ترکیب اجتماعی افغانستان که متنوع است در حاکمیت فعلی و یا آینده افغانستان انعکاس نیست؟ این همه حقوق است که امروز توماس وست توسط جامعه مدنی افغان ها در اروپا و ترکیه مجبور شده که باید پیرامون از این موضوع در نشست های ولی فکر میکنین به دنبال راه حل همین موضوعات و همین پرسش ها باشه آقای صبوری، آقای تام وست، یا نه بس شکل گیری یک ائتلاف در منطقه با حضور امریکا خواهد بود با توجه به تلاش هایی که مسکو تا اینجای کار کرده برای حداقل چند دیدگاه را مشترکند یک جا کرده و ظاهرا یک دیدگاه واحد را شکل داده؟ ما نشست هایی را هم که در این اواخر شاهد بودیم کشورهای منطقه ظاهرا هم نظر با مسکو حرکت میکرد. من یک چیز را برای که من خودم زمانی که در افغانستان بودم به این نکته اشاره میکنم که امریکا تقریبا با ائتلاف هایی که در قبال قضیه افغانستان داشت در اواخر کم اعتبار شده بود و امریکا احساس میکرد که حتی متحدینش در افغانستان منافع خود یک طرفه تعقیب میکنن و منافع امریکا را نه. امریکا از افغانستان به مو خاطر رفت و نهایتا حتی متحدین خود آگاه نساخته بود. زمانی که امریکا یک سال بعد از یک سال حاکمیت طالبا فلان به این نتیجه رسید که ما قضیه افغانستان را به تنهایی نمیتونم حل کنم، حال مجبور به این است که ائتلاف های را پس سازماندهی بکنند. شما ببینید عربستان سعودی در قبال قضیه افغانستان با آمریکا تقریبا موافق نیست. امارات متحده عربی که با در ائتلاف جنگ علیه یمن با عربستان سعودی است، هم نظر با عربستان سعودی است. تنها قطر در بین کشورهای خلیج فارس سیاست امریکا را در افغانستان منافعش با آمریکا هم نوا است. امروز ضرورت را که آمریکا احساس میکنه حال برآمدن که تا اگر بتونه در منطقه یک نظر واحد را در قبال قضیه افغانستان پیدا بکنند و واقعا اجندای سفرش هم امی است. ولی ای که آیا امریکا میتونه نظر واحد کشورهای
متحدین خود در کبال قضیه افغانستان پیدا کنه به نظر من یک سوال است که آینده جواب میده. ولی آقای صبوری شما فکر میکنین که این سفر واقعا به معنای این باشه که مشکلی که در افغانستان است را برش نقطه پایان بگذاره یا برایش راه حل دنبال بکنه، یا نه بس دیگری است و امریکا داره جبهه خودش را تقویت میکنه در شرایط فعلی؟ ببینین، توماس ویس نماینده ویژه حکومت امریکا بر افغانستان است، نه نماینده ویژه امریکا بر منطقه است. زمانی که امریکا میخواین منافع منطقوی خود را تعقیب کنن، اینا از خود دیپلمات های وزارت خارجه داره که اونها را به اون موضوعات ارسال میکنن. توماس ویس وظیفه اساسیش تنها پیشبرد روند قضیه افغانستان است. و حال زمانی که توماس ویس میره با این کشورها صحبت میکنه، صحبتایش کاملا هستیش افغانستان تشکیل میده. ژاپن تشویق میکنه که شما در رقابت با شرکت های چینی در افغانستان بیاین رقابت بکنین. هند تشویق میکنه که شما تعداد افغانایی که بالای با اونا نفوذ دارین و کشورهای آسیای مرکزی که امروز شما در روند کشورهای آسیای مرکزی شامل هستین، در اونجا لابیگری بکنین تا ما بتوانیم یک نظر واحد در قبال قضیه افغانستان داشته باشیم. ولی امریکا ظاهرا داره رقیبای خودش را در منطقه زمینگیر میکنه با این کار توم ویست و به دنبال راه حل آنچه به عنوان بحران در افغانستان میدانن یا میخوانن نیست. ببینید، ما در پهلوی از این که اینا میخواین بر افغانستان یک رای حل پیدا بکنن، اینا میخواین که ابتکار افغانستان از کشورهای منطقوی بگیره، یعنی در کشورهای آسیای مرکزی که زیر نفوذ روسیه قرار داره، کشورهایی که یک تعداد روابط تجاری بسیار وسیع با چین داره، اینا را میخواین که در روند قضیه افغانستان با آمریکا هم نوا بسازه. و ای که آیا اینا بر افغانستان کدام استراتژی داره؟ نشست هایی که با توماس ویس افغان ها داشتن تا فل حالا ما هیچ استراتژی روشن را در قبال قضیه افغانستان نه از امریکا دیدیم و شنیدیم و نه دیگه افغان ها دیدن و نه از اروپا دیدیم. یعنی روند هنوز را در مرحله ابتدایی قرار داره و هنوز تا او حد نیست که ما بگوییم بر افغانستان نهایتا اینا یک کلید حل پیدا میکنه. ولی آقای صبوری فکر نمیکنین تا اینجای کار امریکا جدی تلاش نکرده درباره افغانستان؟ خب بسیاری ها به این باور است که باید امریکا اگر به دنبال راه حل در افغانستان است وارد مذاکره شود و با امارت اسلامی مشکلش را حل بکنه. اونجا یک دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر داره که او میزبان امضای توافقنامه دوحه هم بود. امارت اسلامی هم در واکنش میگه که امریکا خودش عامل اصلی وضعیت بد در افغانستان است. فکر نمیکنین که نیاز بود که توم ویست و امریکا در شرایط فعلی وقتی که نزدیک نمیشد دیدگاه ها با امارت اسلامی حرف و اما و اگر را آغاز میکرد به جای اینکه میرن به دیگر کشورها؟ یعنی ظاهرا داره وقت را ضایع نمیسازم. اگر امانی صاحب، امریکا با یک مشکل بسیار جدی در عرصه مواجه هست. امریکا زمانی که به طالب فلال کمک میکنه با یک انتقاد بسیار جدی جوامع افغانی در امریکا و اروپا مواجه هست. این جوامع افغانی با کسایی که تکس میده با اینا در ارتباط هستن، با اینا کار میکنن و نهایتا ملت که امریکا و ملت های کشورهای اروپایی از سیاست دولت خود در قبال افغانستان کاملا انتقاد میکنن. امریکا زمانی که به طالب 40 میلیون دلار کمک میکنه، فلال به یک چالش بسیار جدی مواجه است که حتی دخترها به مکتب رفتن نمیتونه. گفتگوی مستقیم امریکا با طالبا چی در دوحه، گرچه اینا داشتن گفتگوهای بسیار زیاد داشتن، ولی با طالب اینا به نتیجه نرسیدن. و اگر اینا بخواین که با طالب وارد تعامل شوه، امریکا در داخل از طرف ملت خود و اروپا حاصل قیاس با یک چالش بسیار جدی مواجه هست، چون جامعه مدنی افغانستان امروز در این کشورها بسیار فعال است و در قبال قضیه افغانستان بسیار فعالانه کار میکنه. بسیار تشکر. آقای محمد عیسی اسحاق زایی رئیس کنگرس ملی افغانستان هم با ما وصل شدن، پیوستن در برنامه. آقای اسحاق زایی بسیار خوش آمدین. و بس میدانیم امروز سفر آقای توم ویست به منطقه به سه کشور آغاز شد، اما اگرهای وجود داره امارت اسلامی هم واکنش داشته، چطور میبینین به این سفر؟ آیا چیزی تغییر خواهد کرد در وضعیت افغانستان؟ خب سلام به شما، به میهمانتون و بینندگان تلویزیون جهانی. ممنون. من یک دستم اوضاع است، یعنی کشور ما با یک بحران شدید سیاسی، اقتصادی و
قانون مندی مواجه هست. اگر قرار باشه که ما روی مسائل افغانستان گپ بزنیم، متاسفانه افغانستان در طی یک نیم سال هنوز مشروعیت ملی و جهانی را به دست نیاورده. یعنی جهان در طی مدت زمان یک نیم سال با تحامل پیش رفتن، مجموع کشورهای دنیا من جمله اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا هم صحبت کردن در مورد حقوق بشر، در مورد حقوق زن، یک حکومت فراگیر. هدف ما از حکومت اما شمول نیست. اگر اینا قرار باشن که کنفرانس های را دایر میکنن به دوشنبه یا به ترکیه و جای دیگه، اینا کسای میاد داخلی کنفرانس میشه که عوامل بحران بوده در افغانستان، عوامل فساد بوده در افغانستان. یعنی افغانستان در طی 20 سال نه تنها که غارت شد، 2 تریلیون دلار آمریکا و اروپا و غرب و مجموع کشورهای دنیا، اینا 20 گروه تروریستی متاسفانه را شکست، در هر کنج کنار افغانستان جرایم سازمان یافته بود. بنابراین دو چالش بزرگ افغانستان در طی مدت زمان 40 سال به خصوص 30 سال آخر داره: افراطیت و فساد. اگر قرار باشه که جامعه بین‌المللی با کسانی صحبت کنه که با فساد و با افراطیت آلوده نیستن، یک الترناتیف سالم به رسیدن به یک دولت با عزت ملی که طرفدار آزادی باشه و حقوق بشر، اینا میتونه که رای. ولی پس چرا این آدرس انتخاب کرده در شرایط فعلی 16 ماه پس از حاکمیت؟ نماینده ویژه امریکا میگن که ما میریم با یک شمار از افغانهای بیرون از افغانستان و این کشورهای مثل ژاپن و هند و امارات متحده عربی دیدار میکنم، طوری که شما هم میگین بسیار محتاطانه رفتار کرده کشورها با امارات اسلامی تا اینجای کار. ولی حالا این سفر چقدر فکر میکنیم بسیار جدی است و میتونه تغییرات را داشته باشه در وضعیت؟ تا زمانی که جامعه بین‌المللی با شخصیت‌های ملی که مدافع آزادی و حقوق بشر است، چی در داخل و چی در بیرون، چی در ساختارهای طالبا و چی در ساختارهای دولت گذشته، یعنی رده‌های سوم و چهارم، کسانی بودند که ناگزیر کار میکردند و بهترین شخصیت‌های جوان در افغانستان که تحصیل کرده بودن، اول نمره فارغ شده بودن، ولی جایگاهی در مقامات بالا نداشتن، اینا مقصر نیستن در این برنامه. ولی ما به یقین هستم که اگر جامعه جهانی با نهادهای کار میکنه که اونا در طول مدت زمان دستشان به خون مال مردم هم آلوده نیست، نه در فساد و نه در افراطیت دست داشتن. هدفتان آقای اسحاق‌زاده از افراد است که ممکن آقای تونویست با او در بیرون از کشور، در امارات متحده عربی، در هند و در ژاپن، یعنی از افغانهایی که در اونجا هستن میبینه، هدفتان از اوناست؟ ما به یقین هستم که اینا با مجموع شخصیت های افغانستان که مطرح هستند در مسائل سیاسی و اجتماعی افغانستان باید دیدار کنند. اینا تجربه 30 ساله تا 40 سال گذشته را باید بررسی کنند، بخصوص 20 سال گذشته که اینا با لابیگری را که ساختارهای اخوند ایران و پاکستان تنظیم کرد، تمامی هم اشکانه و افغانه متاسفانه داخل سیستم بود که چی اعتقاد به آزادی، به منافع ملی، به حقوق بشر نداشتن، اینا فقط دین وسیله ساخته بودن. برای آقای اسحاق‌زاده، من قبلا از آقای صبوری هم همین سوال پرسیدم که آیا در شرایط فعلی آقای تونویست اشتباه رفته آدرسش را یا نه، چون آنچه از آجندای گفتگوی آقای تونویست با مقام های سه کشور میزبان و همونطور هم افغان های بیرون از کشور دیده میشه، بحث حفظ حقوق همه افغان هاست و نگرانی های امنیتی مشترک. اگر واقعا به دنبال حفظ حقوق افغان هاست، البته اون چیزی که اونا به عنوان حقوق افغان ها میدانن و نگرانی هایی که تا اینجای کار مطرح بوده، مخصوصا نگرانی های امنیتی، چرا باید با حاکمان فعلی افغانستان که در کابل هستن گفتگو نمیکنن که با این کشورها مثلا گفتگو میکنن؟ چی نقش داره این کشورها واقعا بر وضعیت در افغانستان؟ خب آقای تامس ویست، اینا مذاکره با تقریبا مجموع ساختارهایی که در داخل وجود داره، تقریبا با یعنی نخست وزیر افغانستان که سرپرست است، با وزرا، با نهادهای مختلف مذاکره کرده و هم آقای توماس ویست، هم آقای توماس نیکلسن که نماینده اتحادیه اروپا است، اینا گفتن که شرایط ما بر افغانستان، حتی کمک های ما بر افغانستان مشروط به اعلامیه جهانی حقوق بشر است. یعنی اینا در طول تاریخ 30 سال در افغانستان دیدن و بخصوص 20 سال کسایی را آوردن که اینا خودشان در فساد، خود فساد نقص سریع حقوق بشر است، قدرت طلبی نقص سریع حقوق بشر است. بنابراین اینا پا
پر از نقص حقوق بشر، جنایت ضد بشری در اونجا صورت گرفت، جنایت به حساب جنیساید صورت گرفت و در حقیقت همه جرایم سازمان یافته در سر تا پر سایه افغانستان بود. اینا مذاکره را با طالبا هم باید پیش ببرن و با طالبا باید تذکر بتن که با افراطیت ودا شوه، با تنبیه تشکر برا را باز کنن به سوی ازی امر که یک حکومت واقعی نه فساد و نه افراطیت در او شامل باشن تا راه آزادی و عدالت در کشور ما باز شود. بسیار تشکر ممنون آقای صبوری. این سفر خوب در حال انجام میشه، همونطوری که آقای اسحاق زایی گفت که توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان هم یک ماه پیش یک چنین سفرهایی را انجام داد. دیروز ما دو صحبت را از آدرس آمریکا به اتحادیه اروپا در دوشنبه شنیدیم. نماینده اتحادیه اروپا در اون نشست گفت که اگر امارات اسلامی تغییر نکنه گزینه فشار روی میز خواهد بود. همونطور هم آمریکا بر گفتگوهای میان افغانان و تشکیل حکومت فراگیر تأکید کرد. فکر میکنین که این بار جدیتر روی این مسائل امریکا و اتحادیه اروپا که نقش برجسته بر حال بر وضعیت افغانستان تا اینجای کار داشته اتخاذ بکنن؟ ببینین اروپا در یک موضوع بسیار جدی است، موضوع حقوق بشر، بخصوص حقوق دخترایی که باید به تعلیم برن. بدون این موضوع هیچ امکان نداره که اتحادیه اروپا با طالب داخل تعامل شوند، چون از نگاه سیاست داخلی با یک چالش بسیار بزرگ با ملت خود مواجه میشن. این موضوع کاملا جدی است. موضوعی که آیا موضوع افغانستان یک حل بنیادی پیدا میکنه، در این موضوع نه اتحادیه اروپا جدی است و نه امریکا، به خاطر اینکه قضیه افغانستان بحران اساسیش نشأتش از پاکستان میگیره و امریکا نمیتونه که فشار باید را که باید سر امریکا بیاره در قبال قضیه افغانستان بالای پاکستان این فشار را بیاره. بنابراین من فکر میکنم رای حل را که امروز امریکا با سیاسیون افغانستان یا با کشورهای دیگه صحبت میکنه تنها به خاطر حفظ نفوذ خود است و این نمیتونه که یک رای حل استراتژیک به قضیه افغانستان باشه. بسیار تشکر میکنم ممنون آقای اسحاق زایی. خب اگر واقعا مشکل افغانستان بتونه با تلاش های امریکا حل شوه، آیا فکر میکنین که با یک چنین تلاش هایی که تا اینجا کار صورت گرفته در سفرهایی که آقای تام وست دنبال کرده مشکل حل شوه؟ اگر واقعا کار به گونه بسیار جدی انجام نشه و یک طرف این تلاش ها امارت اسلامی قرار نگیره، اونا سریعا گفتن که تغییرات در افغانستان وظیفه افغان ها هستن که خود افغان ها متحد شوند، شخصیت های ملی و آزادی خواه که مدافع آزادی و حقوق بشر هستن همه متحدانه عمل کنن و باید یک نیرو در سطح ملی و بین ملی تبارز کنن و یک کشور خودن ایجاد میدن. یعنی امریکا و اتحادیه اروپا گفت که ما وظیفه تغییر نه نظام داریم و نه میخواهیم که نقش داشته باشیم برای تغییرات سیاسی و اجتماعی و دولتی افغانستان. بنابراین ما به یقین هستم، شما ببینید بعد از 41 سال در ایران شخصیت های سیاسی ملی آزادی خواه مدافع حقوق بشر در برابر رژیم اخوندها ایستادگی کردند. بالاخره خانم ها همه در کنار مردای آزادی خواه مدافع حقوق بشر، زن زندگی آزادی شعارشان شد و تمام ساختارهایی که واقعا آزادی و عدالت میخواستن، چی سوسیال دموکرات بود، چی لیبرال دموکرات بود، چی ملی دموکرات بود، چی مثلا بسیار فرصت ما کم است آقای اسحاق زایی. اگر بسیار مشخص بین سر موضوع افغانستان، خب امارات اسلامی میگه حکومت فراگیر است، در مورد گفتگوهای میان افغانان میگه که حالا وقتش گذشته و اگر کسی مشکل هم داره میتونه از طریق کمیسیون تماس مشکلش را حل بکنه. درباره حقوق زنان و حقوق بشر میگه بر مبنای شریعت اسلامی بهتر از گذشته تامین شده. با این همه موضوعاتی که وجود داره و انتقادهایی که هم مطرح میشه، حالا فکر میکنین که ما نزدیک خواهد شدیم به یک دیدگاه مشترک و او دیدگاه مشترک در داخل بتونه قناعت کشورها را فراهم بکنه و به هر حال روابط را برقرار بکنه؟ بیشتر غرب، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، انگلستان، مجموعه کشورها در حالت تعامل با طالبان قرار گرفت، پیشنهادهای خود ارائه کردند، بیشترین کمک های اقتصادی را انجام دادند. مگر طالبان نه تنها که پیشروی کنه، یعنی بره به طرف پیشرفت، متاسفانه به عقب رفتند، یعنی بیشتر محدودیت ایجاد کردن برای دختران، بیشتر محدودیت ایجاد کردن برای ادامه تحصیلات، عوض اینا مکاتب حصری را مطابق یعنی مکاتب مدرن که ما به تکنولوژی و معارف برسیم اینا بسازن و تکرار میکنن و عوض این چیزها ایجاد کردن. سپاسگزارم، ترساندن هم مردم افغانستان که بسیار تشکر.
هم نهادهای بین المللی را. ممنون که فرصت ما تمام است. نیروهای ملی و بین المللی میتونه ما را از چالش بیرون بکشه و راه آزادی پیدا. تشکر آقای محمد عیسی اسحاق‌زاده رئیس کنگره ملی افغانستان و آقای عبدالشکور صبوری آگاه مسائل سیاسی از حضور هر دو مهمان گرامی به بس و از شما بیننده ها که بیننده فراخبر بودین وقتتان بخیر.